اینجا جاغوری است، زادگاه ابوذر و سیما سمر. جاغوریان قدر مشهور است که اگر از افغانستان بیرون شوی حس میکنی یکی از ولایت‌های معروف آن کشور است، ولی نه، جاغوری فقط یک ولسوالی است. ولسوالی که البته با برخی ولسوالی‌های همجوارش شرایط ولایت شدن را دارد، ولی چوب تبعیض می‌خورد و بارهاست آوازه ولایت شدنش را می‌شنویم، ولی هنوز که هنوز است ولایت نشده است. جاغوری‌ها کمتر در بدن حکومت هستند، زیرا آنان بیشتر به کارهای شخصی رجوع کردند و یا بیرون از کشور رفتند. در جمع مردم هزاره از نگاه اقتصادی تا حدی در شرایط بهتری هستند. با وجود نفوس زیاد، امنیت کامل و همگام بودن مردم با حکومت، پروسه ساخت و ساز اما بسیار اندک است. سهم مردم جاغوری از دو دهه حکومت داری مگر چیست؟ بسیاری مکتب‌ها را نهادهای خیریه و سازمان‌های جهانی ساخته است و یا هم خود مردم با خزینه‌های شخصیشان. سرک‌ها بابل و کلنگ مردم ساخته شده است و در این اواخر حتی بندهای آبگردان با جیب تقریبا خالی و دستان پرابلای این ملت بنا شده است. به گونه این نمونه می شود به منطقه پاتو در جاغوری اشاره کرد. در این منطقه 4 بند آبگردان، چندین سرک از جمله سرک شهید تبسم، مکتب، میدان ورزشی و ده ها پروژه دیگر در اینجا و دیگر مناطق جاغوری عملی و پیاده شده است، آن هم به کمک مردم، بدون هیچ گونه کمک حکومت، با پول جوانانی که در بیرون از کشور مزدورکاری میکنند و یا پیرمرد و پیرزنی که در زمین های کم آب اندکشان مصروف دهقانی هستند. جاغوری ها اما تسلیم نمی شوند. هیچ چیزی جلوی پیشرفت این مردم زحمتکش را نمی تواند بگیرد. مردم هزاره در سالهای گذشته در امر خیر دست داده و با جیب خالی، دلشان اما پر بوده است. قطره قطره با کمک هم پولهای خوب جمع کردند، مکتب ها بنا کردند و دست فقرا را گرفتند. اما متاسفانه ایده از قلب مملو از عشق به مردم و نیت خیر مردم استفاده سو کردند و این اعتماد را میخواهند از بین ببرند. حالا حتی اگر دل کسی بخواهد نمیتواند اعتماد کند و پول برای کار خیر در افغانستان روان کند. در میان انبوه به اعتمادی اما برخی ها صادقانه کار کردند و کار میکنند تا دیوار اعتماد بین این ملت بلندتر شود و مستحکمتر گردد. در جاغوری پروژه های بزرگ در حال تطبیق است، اما سرک شهید تبسم مهمترین آن است. پروژه ای که شروع و ختم داشت و حساب کتابش نیست بسیار بسیار روشن بود. آنطوری که شاهد بودیم حتی یک افغانی مردم به جا مصرف نشد و اگر چنین حسابدهی وجود داشته باشد قطعا در آینده می شود کارهای بزرگتری برای مردم کرد. شروع انگیزه این کار به خودی خود جالب بود. زیاد سرامت که مسئول و تطبیق کننده این پروژه در جاغوری بود چنین می گوید. شما ببینید که در عصر کرونا تمام دنیا متاسفانه آسیب دیده بودن، خصوصا جامعه ما، اما در جامعه ما در جاغوری خصوصا در منطقه پاتو عصر کرونا بهترین فرصت برای مردم بودن. شما میبینین که در این دوره بیش از 13 پروژه کلان مردمی کار شده بود و کارش پایان یافته بود. اخیرا ما هم که در جاغوری رفتم، در اونجا یک پروژه کلان میدان شهید نظری مربوط ما میشدن که او را ما با حاج احسنش تکمیل کردیم. و مهمترین گپ این بود که سرک پروژه شهید تبسم چگونه کارش آغاز شد. پیش از اینکه ما در اونجا برویم، در اونجا در واقع سه مردم اون منطقه در حدود 2-3 سال پیش هم روی از این تصمیم زیاد کار کرده بود، ولی اون تصمیم متاسفانه سر نگرفته بود. ولی این سال ما توانستیم که اینمی کار کلان را که در پیش یا در حضور مردم یک رویا بود، خلاصه کار زیرا آغاز کنیم. البته یک مقدار سختی های خود داشت، به دلیل اینکه این اولین اتفاق بود که در جاغوری سه طایفه یک جای بشنه و یک پروژه خیلی کلان را کار کنه. ولی خوشبختانه ما موفق شدیم، با داشتن 7 تا 8 جلسه توانستیم که کار را انجام بدیم و این کار را در واقع آغاز کنیم از دو طرف. و تنها مشکلی که ما بود این بود که نماینده ها در سه طایفه بودن. عملا در اونجا متاسفانه مشکلات روابط هست، تلفن ها دقیق کار نمی کنه، ولی بان هم با داشتن این همه مشکلات ما توانستیم با در مدت 1.5 ماه یا در با جلسه داشتن 7 تا 8 جلسه ما توانستیم این کار سر بدیم و عالی. عملا مردم از اونجا رفت آمد میکنن و واقعا برای ما
جای افتخار و خوشی است. خب در یک کار اجتماعی شما میبینیم که بسیار سخت است. ما زمانی که را آغاز کردیم اما قدر که موافق بود، دوستا نیاز داشتن، ولی بسیار از دوستان دیگر هم در جامعه ما بودن که از این کار ما راضی نبودن. خب از ده ها دلیل رو می آوردن در جلسه، در بین مردم می گفتن که این آسیب داره، این یک سری مشکلات داره و به هر حال خب جامعه است، اون جامعه جغری. ولی خوشبختانه ما موفق شدیم که بالاخره کار زیر بسیار به شکل اصولی و اساسی با اتحاد، با اتفاق خود، با یک گزارش دهی بسیار دقیق خود توانستیم که پروژه کلان را آغاز کنیم و در مدت 2 ماه کاملا ختم کنیم. و چیزی که خیلی مهمیه که اساسا در بین مردم ما خوشبختانه ظرفیت سازی به وجود آمده، ظرفیت سازی شده، یعنی تمام دوستا در صدد از این هست که ما باید به عنوان یک انسان، به عنوان آگاه یک جامعه باید تلاش کنیم که حداقل یک تاثیرگذاری مثبت خود را در درون جامعه خود داشته باشیم. به مو خاطر ما این بار شاهد از این مسئله بودیم، در خیلی از جاها و زمانی که کار صورت می گرفت مردم جاهای دیگر هم عملا الگو می گرفت و این واقعا جای بسیار خوشی است برای ما، بخاطر که مردم در یک رقابت کاملا مثبت قرار گرفته و هر نقطه مثبتی که در یک جای اتفاق می افتند مردم دیگر هم از او الگو می گیرند و بالاخره کار میکنه و این باعث شده که کاملا در او قسمت ها دولت ده حاشیه رفته و دولت متاسفانه هیچ گونه کمک و همکاری نکرده و این مردم که با اتحاد و اتفاق خود یک جای شده و کارهای بسیار بزرگ را انجام میدن و بعضی کارهایی که نمیتوانه هماهنگی ارتباطات بسیار خوب و منظم با سایر دوستانی که در خارج هسته با اونا ارتباطات دارن و این باعث شده، اتفاق ما باعث شده که خیلی کارهای بزرگ را در منطقه انجام بدیم. در کنار جنجال‌های موجود، اما این پروژه اهمیتی بسیار بالایی برای مردم جاغوری داشته است. خب ما زمانی که ایرا رویش کار کردیم، یک چیز واضحه، خصوصا برای دوستایی که در اونجی بوده از اون مسیر رفت آمد داره، خصوصا برای مردم ده مرده، قشینه، تعداد زیادی از مردم و خود مردم ناوی و قلنگوری، این سرک از اهمیت خاصی برخورداره. بخاطر که متاسفانه در این جنگ های اخیری که در جاغوری شدن، خصوصا در اتقل، بعضی راه ها کاملا متوقف شد، از جمله راه رسینه بین دامرده و اتقل، راه جنده، راه تنگی، اینا بسته شدن و مخاطر مردم ما متاسفانه با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن و این راه باعث شد که خیلی از مشکلات مردم ما حل شود. قبلا خب پیش از اینکه سرک کار شروع نشده بود، تکمیل باز نبود، مردم ده مرده، مردم قشنیه تقریبا مسافه، یعنی کاملا دور را طی میکردن، میامدن در اتقل یا از اتقل میرفتن در ده مرده و قسمت زیاد از پاتو و قشنیه هم دقیقا نمیرقه، مشکل بود. یعنی به مخاطر این سرک اوقدر اهمیت داشت که مسافه 3.5 ساعت الی 4 ساعت در موتر را که طی میکرد، حلقه میکرد، ما توانستیم با اعمار از این سرک، با ساختن این سرک، مسافه 3.5-4 ساعت را در ظرف 1 ساعت و 20 دقیقه کوتاه کنیم و این باعث شده که بسیار از مردم ما که در اونجا زندگی میکنه کاملا راحت شوه، از این را کاملا استفاده کنه و حالی عملا خب خصوصا منطقه مایی که یک بلنقاش از اونجا، خب زمانی که در اتقل می آمدیم در حدود 2.5 ساعت طول میکشید، ولی ما اینمی سرگی که ساختیم، سرگی که تکمیل شده، حالی در مدت 40 دقیقه ما می توانیم در بازار عمومی انگوری از سرگ شهید تبسم در اونجا برسیم و مشکلات خود حل کنیم. و مهمتر از این برای خود مردم نوا، خصوصا بازار انگوریم فواید خیلی زیاد داره، به دلیل از اینکه خب متاسفانه جنگ اخیری که اتفاق افتاد بین طالب و مردم، خب بازار کاملا خو کرده بود، یعنی اگر خو هم نگرد بسیار سرد شده بود، اما این سرک باعث شد که صدها نفر یا صدها خانواده را از گوشه گوشه پاتو، ده مرده، قشنیه وصل کنه و حال عملا ما میبینیم که روی بازار، روی کار و اقتصاد مردم تاثیر مستقیم داشته باشد. به مخاطر این سرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است
و ایم به خاطر ازی تحر ازیشته و چون مشکلات مردم واقعا مشکلاتی خیلی زیاد داشتن، مثلا مردم ده مرده، مردم قرشینیه و قسمت زیاد از مردم خودکول و همچنان قسمت زیاد از مردم پاتو، با ایجاد این سرک مشکل ما خوشبختانه حل شده. حالا متاسفانه این زمستان برف هم نبارده و اعمال هم عملا گزارش بر ما میایه که او سرک بسیار شلوغه، مردم زیاد رفت و آمد میکنه و بسیار راحت است. سخت‌ترین کار ما جمع‌آوری پول است، پولی که مردم به سختی به دست می‌آورند. باید قطره قطره کنار هم چید تا یک مقدار جور کرد و شروع نمود به کار کردن. سرآمد از شعور مردم جاغوری یاد می‌کند که با علاقه فراوان برای کامل شدن این سرک پول جمع کردند. بودند مردان و زنانی که مسکه‌شان را فروختند و پولش را به این پروژه اهدا کردند. و البته ایده‌ای از جوانانی که حتی از ولایت‌های دیگر نیز دست مردم جاغوری را گرفته و یاریشان کردند. ما واقعا خیلی افتخار میکنم در شرایط فعلی که گرچه دولت متاسفانه کمک نمیکنه، ولی مردم ما در این ظرفیت در این فکر رسیده که بالاخره خودشون حرکت کنه و مردم در صدد ازی هستن که چگونه جامعه خود را آباد کنیم. در ضمن آبادی جامعه ما خوشبختانه مردم در یک رقابت بسیار مثبت قرار دارن و به لحاظ علم و دانش اگر بگوییم دوستا در رقابت هستند، مردم ما در رقابت هست، آبادانی در کل مردم ما در یک شرایط خیلی خوب قرار دارند و این باعث شده که مسئولینی که در اینجا کار میکنه بدون هیچ گونه کدام مشکل، بدون هیچ گونه کدام غرض و مرض، بسیار براحتی میتونه کارهای خود را پیش ببره و در عین حال مردم در کنار مسئولین هستند و اونا رو واقعا کمک میکنن و این واقعا جای افتخار است برای ما، برای مردم ما که مردم در یک ظرفیت بسیار بالای برخورداره و مخاطر در شرایط فعلی مردم ما واقعا میفهمه درگزی رو داره که مشکل جامعه در کجایه. بیاییم حداقل راه را انتخاب کنیم که این را مناسب بر وضعیت ما باشد، مناسب بر جامعه ما باشد و از این لحاظ ما خوشبختانه با توجه به یک سری مشکلات اندکی که در کارهای خود داشتیم، ولی در کل بسیار از مردم خود راضی بودیم، مردم ما حمایت میکردن و این حمایت مردم ما باعث شده بود که تا عزیزان ما که در خارج از کشور بودن، در جاهای دیگر بودن، اونا با بر حسب یعنی اتحاد و اتفاق باعث شد که کمک های بسیار زیاد رو بر ما روان کنه، بفرسته و خوشبختانه مسافرین عزیز ما، دوستانی که پول کمک میکنه با مو اندازه‌ای که کمک میکنه زیر نظر هم داره، نظارت هم میکنه کارهای ما را و این واقعا برای ما جای افتخار است که مردم ما در سطح رسیده که هیچ گونه با داشتن هزاران مشکل میتونه روی یک پروژه کار کنه، روی یک مکتب کار کنه، روی جامعه خود کار کنه و به همین ظرفیت رسیدیم که تمام دوستان ما حداقل به یک توافق کلی برسن تا حداقل مشکلات جامعه خود را حل کنند. جاغوری ها به این زودی تسلیم نمی شوند و این تازه شروع کار است. با وجود برخی چالش ها تصمیم به عمل کردن پروژه های بزرگتر نیز در جاغوری دارند. مردم و به این فکر رسیدن که خب اول همیه که اینمی مردم ما و شما، مردم مناطق مرکزی افغانستان همیشه حامی نظام بودن و نظام را در طول چند سال اخیر، در طول یک دهه اخیر کاملا واقعا رویش کار کردن و مشروعیت دادن. اما متاسفانه بالعکس اگر ما دیدگاه دولت رویش بحث کنیم، نظر دولت رویش بحث کنیم، به این معنا که دولت هیچ وقت اونقدر حامی که مردم بودن در قبال از اون چیزی بر مردم ندادن. از این لحاظ مردم واقعا با داشتن چین وضعیت خودشان دست به کار شدن و به این فکر رسیدن که وقتی دولت کار نمیکنه، وقتی دولت همکاری نمیکنه، حداقل ما هم نباید آرام بشینیم و برای رفاه، برای پیشرفت جامعه خود باید کار کنیم. ما پروژه های خیلی زیادی فعلا رو برای و خیلی پروژه های دیگر است عملا کار میشه رویش کار میشه، مال هم زیر کارم. اما در سطح جاغوری ما چند مدت پیشی که در اونجا بودم بسیار از دوستان برای ما ارتباط میگرفتن از خارج از این طرف و طرف، خلاصه حرفش ای بود که واقعا میگفتن که ما به ظرفیت شما کاملا اعتماد داریم، خب پس وقتی که این کارها یکیش کلانی که شما میکنیم، خب یک از پروژه هایی که آرزوی مردمی نه تنها جاغوری، مالستان، ناور،
سمت رسینه و زابل در کل در قسمت ای بود که شما باید میدان هوایی را افتتاح کنید و باور کنید ما زمانی که با مردم بحث میکردیم، زمانی که با عزیزان خود در خارج اونجا ارتباط میگرفتیم، اکثریت دوستان میگفتن که شما فقط اقدام کنید و هر چی که حمایت میخواین، حمایت پولی، حمایت مادی، حمایت معنوی، ما پشت شما استاد هستیم و مطمئنیم با توجه به ظرفیتی که در جامعه ما پیدا شده این کار برای ما میتونه خیلی راحت باشه. حرفیه که فقط اقدام شوه، یک سرشت بسیار منظم شوه و مطمئنیم که ما در او قدر ظرفیت رسیدیم که میدان هواییم در پیش مردم ما هیچ چیزی نباشد. یعنی به این معنا که اعتبار خلق شده، مردم ظرفیتش بالا رفته، هر پروژه‌ای که ما اقدام کنیم دقیقا او عملی خواهد شد. و حالا فعلا یک سری برنامه‌های ما عملا پروژه ها عملا زیر کار است و این پروژه ها متوقف نمی‌ماند. انشالله ما به زودی شاهد کارهای بسیار بزرگی مردمی در درون جامعه خود هستیم. این پروژه ها عملی نمی‌شود مگر با ایجاد فضای اعتماد. پروژه شهید تبسم و دوستانی که در آن کار کردند نمونه خوبی از حسابدهی و شفافیت بود. لیست به نام تمام افراد کمک کننده با مقدار پولش رسانه‌ای شد. لیست مصارف دانه به دانه در مقابل کامرا گفته شد تا هیچ شک و شبهه‌ای نزد مردم و کمک کنندگان باقی نماند. دقیقاً موردی را که سرامت و دوستانش در پروژه شهید تبسم عملی کردند. آنان لیست بلند و طولانی ساختند و نظر به کشورها نام افراد در لیست و مقدار پول کمک شده از سوی آنان را منتشر کردند. همچنان کاغذ خرید تمام وسایل را ضمیمه نمودند تا به صورت کامل حساب پس داده باشد، موردی که با استقبال خوبی در سراسر افغانستان و کشورهایی که از آنجا مهاجران کمک کرده بودند همراه شد. با این وجود اعتماد بسیاری مردم ما در مسائل مختلف نسبت به گذشته کم رنگ‌تر شده است. از سرامت پرسیدیم دلیل آن چیست؟ من فکر کنم که خب زمانی که یک کار اجتماعی، کار جمعی را رویش بحث کنیم، دقیقا کار جمعی یک مقدار سختی خود داره، بخاطر که هم موافق داره هم مخالفین داره و با توجه به چنین وضعیت خب قطعا آدم یک سری دوچار یک سری مشکلات میشه. ولی خوشبخت دانم من در چند سفر چند پیش که سفری در جغوری داشتم وضعیت خیلی خوب بودن، مردم در سطح رسیدن که حداقل فایده و نقص خود رو بفهمه و اعتماد مردم نسبت به کارهایی که کارهای پروژه های مردمی، کارهای بزرگ یک مقدار بیشتر شده و این واقعا یک میتونه یک دستاورد برای ما باشه. به مخاطر در ابتدا گرچند شاید یک سری مشکلات بوده، اما خوشبختانه حالی یک مقدار وضعیت خوب شده و مردم اعتماد داره. ولی مهمترین چیزی که مسئولین پروژه باید برای مردم بتن ایه که حداقل یک حسابدهی بسیار دقیق باشه، حسابدهی بسیار دقیق داشته باشه، بخاطر که مهمترین چیزی که برای یک پروژه اعتماد میبخشه، اعتبار میبخشه، حسابدهیه. به مخاطر ما در پروژه سرک شهید تبسم این بار یک برنامه کاملا متفاوت نسبت به دیگه پروژه ها داشتیم. ما تلاش کردیم که هر دوست عزیز ما که از گوشه دنیا پول میفرستن او شامل لیست شود و لیست هم به شکل هارد درست کردیم، هم به شکل سافت، هم به شکل ویدیو. بعد او را من خودم شخصا در مدت 4-5 شبانه روز او را کاملا کتگوری کردیم، کشورها را جدا جدا کردیم. هر دوست ما حتی 20 افغانی مگر روان کرده بود شامل لیست بود و او پولا را در حضور نماینده ها، در حضور خریدارای سه منطقه و سایر نقاط جاغوری، در حضور میسفیدا، در حضور استادان دانشگاه و مکاتب، ما حسابدهی را به شکل مشخص کتگوری کردیم و خواندیم و در حضور مردم دادیم و این واقعا میتونه یک الگوی بسیار خوب باشه، بخاطر که دقیقاً اولین و آخرین پروژه نیست، پروژه های کلان دیگر هم ممکنه داشته باشیم دیگر. به مخاطر دوستای عزیزی که در مسئول پروژه یا کار میگره، کوشش کنیم که حداقل این اعتماد سازی را در بین مردم خود به وجود بیاریم. و این باعث شده بود که بسیار از عزیزان ما برای ما زنگ میزدن، ارتباط میگرفتن که شما وقتی کارا رو میکنین خب کارهای بزرگتر از این میشه خیلی راحت کنین. جمله مثلا پیشنهاد میکردن که میدان جاغوری هر رقم میشه شما باید کارش آغاز کنین و ما پشت شما هستیم. و این در واقع حرفیه که خب دولت عملا این کار انجام نمیده و مردم
با تصمیمی که بین خود میگیره قطعا این کارا را انجام میده و توانایی از این هم داره و این واقعا برای ما جای افتخار است که ما اعتماد مردم را گرفتیم و به یک نحوی کارهای بسیار بزرگ را انجام میدیم. دیگه ما حرفی خاص دیگر نداشتم. امیدواریم که پروژه های بعدی که کار میشه تیپ رضایت مردم باشه. پروژه های مهم و حیاتی که اکنون در جاغره در حال کار است و یا عملی می شود و یا در آینده عملی می شود نمونه ای از تلاش مردم برای سازندگی است. این روحیه باید در تمام ولایت های افغانستان تقویت شود. اینجا سرزمین ما، خانه ما و محل زندگی ماست. نباید همیشه منتظر بود تا کسی آید و آبروی خانه ما را روبرا کند. نباید نشست و منتظر بود نهاد خاک سرگ ما را بردارد. باید تلاش کرد و زندگی کرد و زندگی را برای خود و اطرافیان خود زیبا ساخت. هرچند که در ولایت‌های مختلف از جمله دایکندی شاهد چنین حرکت‌های از سوی مردم بودیم، ولی باید همه کنار هم ایستاد و فضای اعتماد را شکل داده و برای آبادانی کشور و محل زندگی خود تلاش کنیم.